very heavy leg kick early on here. هرچی سرعت‌تره، قوی‌تره، اسمارت‌تره اون می‌بره. دو روز پیش از برگزاری مهمترین مسابقه قهرمانیش، کمال شالوروز همه کار می‌کنه غیر از استراحت. کیک باکسینگ می‌کنم، باکسینگ، خوشی با جوجیتسو. بعد هر سیستمی که پلنش رو دعوا دارم، اون انجام میدم. استراتژی که می‌خوام تو دعوا انجام بدم، اونه. بعد یه دفعه باید وزنم کنم، 12 پوند باید وزنم کنم تو دو روز. تازه شروع شد. خیر. قلبم میزنه 180 تر. خیلی آمادم. آمادم مسلم. هم مغزم، فیزیکلی، همه چی. او در این تمرینات سخت و طاقت فرسا تنها نیست و التون ویلز رو به عنوان مربی موتای در کنارش داره. موتای ورزش رزمی سنتی تایلند. وقتی یه فایت میشه همه فکر کنن که فایتر تمرین زیاد میکنه. نه، مربی دو برابر. مربی همیشه باقه بایده، با تو بالا میشه میدوه، دیسپلین داره. واقعا اینا خیلی در کمک هم کرده. ویلز نحوه و نوع تمرینی رو که کمال باید پیش از مسابقه انجام بده به او دیکته میکنه. معمولا مدت زمان تمرینای ما طولانی تره. مسئله ای که ما الان داریم اینه که ما فقط دو روز تا مسابقه وقت داریم. ما تدریجا وزن اون رو پایین میاریم و البته وقتی وزن اون پایین میاد انرژیش هم کم میشه. ورزشکارای حرفه‌ای باید تا یه روز پیش از مسابقه وزنشون رو به اندازه تعیین شده و مناسب برسونن. به اصطلاح سر وزن میاد، وگرنه یا با جریمه مالی روبرو میشن یا به طور کل از مسابقه حذف میشن. تیم شالوروز جزئیات روش کم کردن وزن کمال رو فاش نمی کنه. این که چطور میشه در مدت 24 ساعت وزن رو اینقدر پایین آورد، به اندازه که دیگران شاید در مدت یک سال ممکنه بتونن کم بکنن. ولی یه چیز روشنه، از دست دادن هرچه بیشتر آب بدن. و برای انجام این کار ورزشکار باید کاملا آماده باشه. برادر بزرگم یه داستانی به من گفت، این همیشه خیلی کمک میکنه که من پرژن پراد مو داشته باشم. از هیچ فایتری تو دنیا نمیترسم. گفت پرژن آرمی رفت تو یونان رو بگیره، 3000 نفر بودن، یهو 60000 نفر گریک جلو شما استاده بود یونانی. سردار فرمانده دستور داده تمام کشتی ها را آتیش بزنیم. بعدم به اینم میگه فقط یه دستنی دارین، اونم باید همه اونا را رد کنیم. منم فقط یه دستنی دارم، ورلد چمپیون، قهرمان دنیا بشم، بهترین دنیا. ان هیچی نمیتونه من استاپ کنه، هیچ کس. به دلیل خشونتی که تو این ورزش نهفته، خیلی از مردم به هنرهای رزمی ترکیبی با یه نگاه منفی نگاه میکنن. البته این ورزش بدون خشونت هم نیست، ولی به گفته کمال تماشاگرانی که این مسابقه ها رو با دید منفی نگاه میکنن خیلی از جزئیات رو که در جریان مسابقه اتفاق میفته نمیبینن. البته همه اینها بدن رو تحت فشار زیادی قرار میده و ورزشکار باید بتونه از پس اون بر بیاد. همش یه مربیان من دوست ندارم. این کار رو ما میکردیم ولی تو آب سرد شنا میکردیم. مثلا طرف های ما چشمایه بود چه خیلی سرد بود، نم میپریدن تو شنا میکردیم، ولی خب عالیه، خیلی خوبه. وان پر از یخ، درست مثل روستای کوچکی در ایران که کمال در اون به دنیا اومد و بزرگ شد. زندگی ساده، خوب، خانوادگی، خیلی صمیمیت. بعدن همه باحال بود، نه کردیت کارت، نه ویزا کارت، نه مورگیج، هیچ کدوم از اینا نبود. هیچ نامه‌ای نمیاد دم خونت. زندگی آزاد، حال میکردی. فقط برو کار کن، بیا شب خونه، تموم شد، تموم، مال خودتی. حتی اون کارم میکنی، خب اونم عالی بود. واقعا هم دلم تنگ شده واسه اون زندگی. بهتره. زندگی خوب. البته اینم زندگی خوبه ها، ولی خب باید هر دو طرف رو ببینه. تمرینات شالوروز برای این مسابقه بسیار مهم همزمان شد با مسابقه اون با قهرمان پیشین سبک وزن جهان جمی وارنر. این مسابقه در 12 ژوئن در کانادا برگزار شد، مسابقه‌ای که در پایان اون هر دو طرف راهی بیمارستان شد. شالوروز میگه قصد داره بار دیگه به مسابقات برگرده و تا تحقق آرزوی رسیدن به قهرمانی جهان به کارش ادامه بده. شالوروز
در منطقه مورد علاقهش تگزاس و شهر آستین زندگی میکنه و وقت بیکاریش رو با کوهنوردی میگذرونه و خودش رو آماده میکنه تا به روی رینگ مسابقات میکس مارشال آرت یا هنرهای رزمی ترکیبی که به قفس مشهوره. A huge bomb. He had Chalarus hurt, but he recovered. Raises his hands and screams. This is what he wants. Under a minute to go here in round number one. This